ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاس د سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې هر یو جوړ او خوشاله اوسئ بریالي اوسئ خراغلاس ته دغه پروګرام ته چې البته د افغانستان په پیښو هغه څه چې په وطن کې پیښیږي په هغو به سره انشاءالله خبرې کوو دوستان عزیز به عرض سلام او احترام بسم الله الرحمن الرحیم سراغ یو ځای جاري افغانستان البته طور معمول انچه در افغانستان به حقوق می پیوانده یعنی از ما اگر یکی بپرسه که در افغانستان چی گپا و چی خبر است ما میگم بپرس که چی خبر ها نیست یعنی افغانستان پر از اخبار شده و یقینا انطوری که اخبار حکیس و اوضاع جاری افغانستان برملا می سازه از هر بخشی از هر طرف احوال بدی به گوش می رسه البته بیشتر اخبار مسئله بدخشان و سقوط ولسوالی جرم به دست طالبا و چند پوستی پلیسی حکومت افغانستان که فعلا هم به دست طالبا افتاده و شبخونی را که طالبا زدن و تعداد بشمار قوای یا نیروی امنیتی افغانستان کشتن و با خود بردن را بودن و بعد از او اجسادی از اونها را دوباره به حکومت تسلیم کردن البته این حادثه خود از این دلخراش بود و هشدار دهنده برای حکومت از جانب طالبان مگر ابعاد بیشتری داره هر قدر روز میگذره بیشتر اخبار نو از این حادثه به گوش میرسه طولو نیوز با جنرال باباجان مصاحبه داشتن که اونا امیر امنیتی سمت بدخشان ایفای وظیفه دارن با اونا صحبت شد و اونا سرتکانی از خود حکومت داشتن که در همی حوادث و هم حوادث همگونی ازی بیشتر دست حکومت افغانستان هست و اونا طالبا را همکاری و همیاری می دارن تا همه تو حملات برا بیاندازه و حتی به حدی که اونا شکوی از اونایی بود که وسایل عسکری با طالبا فروخته میشه و حتی شورای ولایتی بدخشان با طالبا همکاری داشتن و یکی از قماندانان از اونا را اسم بردن که شخصی بسیار معروف طالبا در او سمت بودن و بسیاری اونا را میشناختن معرفت داشتن اونا زخم برداشته بودن در جنگ های طالب و حکومت او را حکومت خود از اونا ولسوال به کابل فرستادن برای تداوی به این حد یعنی در درون خود دستگاه حکومت طالب دوستدار داره و لانه و خانه کرده و یک همکاری دو جانبه میان طالب و حکومت برقرار گردیده و این راستی بی پیشینه است و بی نظیر بوده طوری که جنرال باباجان سرتکانی داشتن و اونا یعنی در رابطه بیشتر قصور بالای حکومت بی خبر افغانستان می اندازه و همکاری حکومت به امرای طالبان و این یک خبر نوی است و هشدار دهنده هست که در درون خود دستگاه دولت مردم به همکاری طالب می براین و با اونا همکاری می دارن و وسیله بسیار خوبه راهنمای خوبه برای حملات طالبان می گردن یعنی راستی اما تو آقای استاد عطای نور در ولایت بلخ اونا هم اظهار داشتن که دو حمله که بر دو پست پلیسی ولایت بلخ صورت گرفته توسط حکومت افغانستان راهنمایی شده و همکاری از اونا در میان بوده یعنی آیستا آیستا از درون خود حکومت والیا یا والیای سرپرست بگویم یا قماندان ها و جنرال های برحال اونا اقرار بری داره که حکومت افغانستان با طالب همکار هست یعنی مسئله نو بود یک تحلیل جدید و یک پدیده جدید اگرچه حملات طالبا در هر طرف صورت گرفته و سالی که در پیش است سال خونپر خواهد بود برای افغانستان متاسفانه مگر خود سبقه جنگ و کسایی که در جنگ ها و محاربات زی دخل هستن ای که خود اعضای حکومتی یا فرض کنیم مقامات چی ولایتی و ولسوالی و اینا امنیتی با طالب همکار باشه شنیدن نشد
و یک پدیده جدیدی است و در پهلوی از او امکانات عسکری که در دست قوای امنیتی افغانستان موجود هست او به دست طالبا روز بروز می افته. چی خود ارکان دولت یا قوای امنیتی افغانستان او را می فروشه و عرضه می داره برای طالبا، برای از اینکه یگانه مشتری از اونا میشه کسایی که مخالف مسلح دولت هستند، اسلحه سرکیله را به دست بیارن. برای از اینکه افراد عادی در او کشور فکر نمی کنم علاقه به اسلحه سرکیله و خفیفه داشته باشه، و اگر هم بود تو یک پول مصرف نخواهند کرد تا تقاضا کنند. و در پهلوی از او از حکومت یک شخص انفرادی اسلحه را خریدام نمیتونه، تا ای که در امون زد و بند سیاسی بیرون کردیم 2.5 میلیون آدم کشته شده، به هزارها قریه و قصبات از بین رفته، لنگولاش داری، غیر معرب داری. ای از نظر جسمی برای ترز میدارم، از نظر روانی جنگایی که صورت گرفته و بعد از امون 14 سال جنگای داخلی، برای که کسایی که جنگای داخلی را برای انداخته بودن خب مولود جهاد بودن. سیاف خو یک معلم بود، ربانی یک معلم بود، یک متیار، یک انجینیر، یک فاکولته و مکتب بود. فرض کنیم پسر نقیب صاحب پیر گیلانی یک آدم روحانی بود، قرار ایشونوش خود میکرد جلال آباد، این آدمی نمیدانم در اون تاس یک کدام جایی یک جایی داشتن، یک باغ در چارباغ در اونجا بود. مولای مساجد ما مولای میر محمد نبی یک مولای عادی بود. این کسایی بودن که از داخل افغانستان رفتن پاکستان، کلان کلان آدم ها اجده ها از اینا ساختن. همه تو از به وحدت همی کریم خلیلی را برادر ولا اگر هزار دوربین منداختی اگر میفهمیدی که خلیلی کی است. کل همی خود دستگاه جهاد 14 ساله اقدر مخربین، اقدر مردم مدهش و غارتگر زاید به یک حساب، اینا زادی جهاد هستن و جان خود ملت افتادن. 14 سال جنگای شوروی و بعد از او تا این دم همی مردم روی کار بودن، در قدرت بودن و ملت پایمال ساختن. یعنی مشکل ما مردم ایست که اگر فرض کنیم یک خارجی را ما از بین بردیم، باز یک 40 سال 50 سال حداقل یک دوره تعالی و پیشرفت و آسایش تجربه کردیم نکردیم. متاسفانه ما مردم خود ما مقصر هستیم در گیر و دار حوادث. یکی دو تا، حالا من از یکی میپرسم که خب دکتر عبدالله خود در اونجا خود مجاهد هم میگه برادر، یعنی وقتی مسئله جهاد میشه همی عطای نور رو فرض کنیم عبدالله عبدالله و فریادشان همی جهاد است و کردیتشان قطعه تو سنداخته میرند میدان جهاد میگن. امروز یک مجاهدی که در راه خدا جهاد میکنه، نه برای ایفای معاش و مدد خود، و همه تو یک متفکر سکلر و تکنوکرات بگویم یا دانشمند که منصوب است به یک تبر کلان در ارگ داخل میشن، شما باید بیشتر تغییرات میدیدید. مگر متاسفانه در افغانستان اما متفکرترین، دانشمندترین شما خاینترین میبره، بیکفایترین میبره. من نمیفهم یا ایست که شرایط ما مردم همه طور ساختن که هر یکی باید برده و در رکاب دیگاه را برن، به اساچوب دیگاه را برن و مصلحت های دیگاه کار کنن، برای تأمین امیال دیگاه باید انرژی خود صرف کنن. ما خواه امیال همی شورا را که میبینم این کسایی اکثرشان تعلیم یافته باید باشن. یکی از اینان تو شهامت تو جرأت از این را نداره که در شورا استاد شو که مرا گفته وزیر شو، مگر به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل ما با امی حکومت نمیخوایم وزیر شوم، مگر مرا شما بپذیرین امی حکومت جعلی کاذب ما نمیپذیرم. شما میدیدین که غوغای بین المللی را بار می آورد بردن، مگر اونا کوشش دارن که در این دستگاه مدغم باشن و یک چیز چلوت و پلوت پول و دیگه و دیگه امتیازات حکومتی برشن برسه. دیگه بنان ما گلی ما بیادر از چی هست؟ همی علی مگه امریکای برن جنگ داخلی شروع میشه، طالب میایه، امو امارت هست، چند نفر فرار میکنه
راها مسدود میشن، نه تجارتی، نه دیگه. او ستم و ظلم از دود برای کی میرسه؟ برای مردم بدبختی بیچاره افغانستان، امو کسایی که ازی وطن دفاع میکردن. بله، سلام علیکم. بله، قطع شد. کسایی که میخوان صحبت کنن بالای اوضاع افغانستان و آنچه گفته آمد، بهترین موقعش است. ما میخوایم شما که نظریتتان ارائه بدارین. در چند بخش میشه صحبت شو و تحلیل و تفسیر شو. اولی که خب ما بسیار ما میشنوم از مردم که خب بدیل خوب برای حکومت چی است؟ آیا یک حکومت عبوری باید با وجود بیاد؟ خب این چیزای خورد و ریزی که اشرف غنی به عربستان سفر کرد و با پاکستان و نمیدانم یک چند نفر با در اختلاس گیر کردن و نمیدانم طالبا حمله کردن، این مسائل گرم روزمری اوضاع افغانستان شده، این رویدادهای جاری افغانستان است. آمدیم بالای خود حکومتداری و یک شخصی که حداقل حکومتداری را بدانه. معلم خوبه روان کنیم که معلمی خود بداره، استاد شده در فاکولته، رهبر یا یک پلیس خوبه و پلیسی که هم کارش است، مسلکی از جو از تجربه شده در اونجا بگذاره. برای رهبریت یک کسی باید باشه که یقینا امو نبوغ رهبریت داشته باشه، قبضی حکومت. شما باورم کنیم که حکومت یا هر کسی که به ارگ را میافه و به یک حساب زحمتی کشور را به دوش میکشانه، یعنی در یک برهه بسیار حساس تاریخی و بسیار یعنی پرآشوب افغانستان رئیس جمهور میشه. این یک رهبریت سالم عادی نیست، یک کشور عادی نیست و رن کردن و پیش بردن امور کشور در وقت بسیار عادی صورت نمیگیره. در اینجا یعنی از امو رهبری که به صورت عادی میتونه یک کشوری که صاحب قانون است، یک حکومت میره از بین، یک حکومت دیگه روی کار میره مثل امریکا، کشورهای اروپایی، حتی کشورهای افریقایی، حتی خود پاکستان. مگر افغانستان یک تاوی داغ است که هر یکی را شما بشانین دو برابر باید قوی رهبریت داشته باشه، نبوغ داشته باشه، منور باشه، اجتماع افغانستان بشناسه، دردای زور درک کرده بتانه، با همین تلسم موجودی که چپ و راست دنیا در اونجا دست داره با اونا دست و پنجه نرم کنه. یک کار سادی نیست که یک رئیس جمهور رفت مثل که الازرت خلا کردن و شب در میان کودتا شد و داود خان و همه چیز، اردو هم موجود بود و پلیس هم بود و صاحب آب از آب تکان نخورد، پرابلمی نبود. اطور نیست. به دست شما یک کشور راستی با ابعاد وسیع بدبختی آشوب به دست شما میاد و اونجا یک آدم عادی کار نیست و شما بازی نخورین که ولی آدم شر تعلیم یافته است، حتی پاک نفس است. یعنی خود پاک نفسی هم در پیشبرد امور یک حکومتداری شرط اولی نیست، شاید شرط دوم و سوم و پنجم باشه. در اول یک نفری که با مشت آهنین با قبضه در خود دستگاه جهادی اینا میگن که فرزند در چی میگم دستگاه آقای گیلانی میگه شب و روز هر کس سلام میفروخت و دیگه میکرد، یک ساتیری و جشن بود، صاحب هیچ کس کسی چیز نمیگه. حضرت صاحب هم همه تو میامدن، یکی میگه سری اسب سفید تو را خواه دیدم و گلبودین هم از جلوی اسبت قایم گرفتم میبری تو باز خوب بتین یک شرصد میل سلا برای از یادم بتین و ریزیش میپذیرفت. یک آدم گپرا و یک آدم چی بود، همه تو محمد نبیم به می ترتیب و دیگام باز میگه حکمتیار و در این مسئله میگه بسیار قایم بود و مکتبی بود و که انجینیر داشت و ماستر داشت و دکتر بود و وارده و صادره بود، حتی کسایی که ماش میگرفتن ماششان باید اقلی می بود. به او لحاظ امریکا میگه بیشتر برای از این آدم پول میداد که پیسایی که ما میتیم او دیگه گم میکنه، یادم نگاه میکنه، در جهاد مصرف میکنه. حضرت صاحب تا آخرم و فریاد و چی میگه یخنپارگی از روی بود که بعدر ما امریکا رو دوست داریم، می دو میزن امریکا رو و پول بیشتر تخصیصی 60% برای از این میرسن. این چی گپ است؟ او رو خو نگو که بعدر در مورگانی از روی ضعف موجود بوده تو را
در خود حکومتداری افغانستان هم درست است که یک آدم روحانی خود بود، یک آدم مردم دوست و مردم هم او را دوست خود داشت، مگر برای پیشبرد امور یک کشور یک آدم با دیسپلین جدی کار است. همین خود طالبان را اینا میگن، یعنی طالب به حد با دیسپلین بود. ملا احمد عمر که از قندار اعلامیه صادر میکرد، این تا بدخشان اینا فتح کرده بودند، در وقت میگه اونمو امریه در هر جای در هر قریه در هر محل در میان طالبا او سرعت تیت میشد، به گیسا پهن میشد. و آدم مرا آقای هاشمیان یک دفعه میگه من رفتم در وقت طالبا به شمالی رفته بودن، اونجا طالبا به چارکار و جهار رسیده بودن، میگه من در اونجا رفتم و دیدوادید میکردم، میگه زیر یک درخت میگه یک ده نفر طالب نشسته بودن، نان خشک به سنگ میزد و نسوار میکرد و میخورد. و درخت هم درختی توت بود و بهترین توت ابراهیم خانی میگدم زیر درخت افتاده. میگه من کشه پرسیدم که اینان خشک میخورین؟ خود توت به امراش بخورین، بسیار انرژی هم میگیرین و بسیار میوی بسیار خوب است. گفت نه او را خوما نمیخوریم. چرا؟ والا برای ما امر شده، ما شیر مولا برای ما گفته که اوش کنین مال کس غرض نگیرین. میگه ما والا تعجب کردم که نه مشیر مولا اینجا هست نه کدام کسی هست و توت هم در زمین مفته مرغا و پرنده میخورن و این مردم تنام نان جیب خودم میکشن میخورن. برای ما تعجب. این مسئله تریاک و کشت مواد مخدر در افغانستان سالها را گرفت، کسی هیچ به داد کس نمیرسید. امین مولا احمد عمر اعلان کرد در کل افغانستان دیگه کشت خشخاش شد و دیگه قطع شد. وزن یک وقتی ما برای از اینا تلفن میکردم که مصاحبه کنم در وقت طالبا، مولا خیرالله والی فرزند بدخشان است، یک دو ماه سه ماه بعد که تلفن میزدم میگه والا مولا خیرالله خواهد اینجا تبدیل شد به یک ولایت دیگه، اینجا فلان آدم والی هست. یعنی اونا همه تو امیریت داشتن، حاکم بودن بالای اوضاع، مگر اینکه اونا حکومتداران خوب در دیگه عرصه ها نبودن، در مسائل جهانی، در حکومتداری و جهالت در بعضی از وقت حکم فرما بود جای اسلامیت، او مشکلات داشتن، سرتکانی هم فراوان بود از اون. مگر صرف در بخش دیسپلین از اون برتان عرض می دارم، امروز حکومتدار افغانستان هم یک شخص قاطع با دیسپلین با توانمندی که جایی که قرارداد امنیتی را با ایالات متحده امریکا امضا می کرد، هر کسی که در زحمت می آمد اول نمی پذیرفت، باز که پذیرفته بود اینا باید یک قرارداد پیشکش میکردن برای امریکا که بیادر بیاخی ما هم یک قرارداد میخواییم از شما داشته باشیم که در اینی عرصه ها در این عرصه ها برای ما غرض نگیریم، در امور ما دست نداشته باشیم. وقتی ما یک امر میکنیم کس با ما غرض نگیره که چرا این کار کردی، سفارتی تا بگو که برای ما تعهد کنه که در امور خود حداقل ما دست باز داشته باشیم. یک نفر جانی را اگر ما بازداشت کردیم با سفارت امریکا تلفن نکنه از استیت دیپارتمنت که ایره الابت نفر ماست. ما میخواییم در خود درون خود یک پاککاری را حد اقل با وجود بیاریم، اگرچه اشغال شدیم مگر حد ما دست بالا داشته باشیم که حکومت سالم رو پیشکش کنیم. در غیر از اون بله سلام علیکم. بله به هر حال ما میریم سراغ یک چند اعلان، دوباره برمیگردیم بالای موضوعات، انشاءالله صحبتی خواد داشتیم. اضطراب و استرس لذت زندگی را از شما گرفته است؟ از بیخوابی رنج میبرید؟ با طبیعی ترین روش ممکن خود را از استرس، اضطراب و دلهره رها سازید. رفع اضطراب و استرس، تنظیم خواب، تنظیم هورمون‌های جنسی، تقویت حافظه و تمرکز حواس فقط با آشواگاندا. آشواگاندا گیاه شناخته شده جهانی، عامل درجه یک از بین بردن استرس و اضطراب، محصول دانش پزشکی باستانی آیورودا، Made in USA. تلفن سفارش 818-884-7018.
آیا شما هم فرصت کافی برای آشپزی ندارید ولی غذاهای خوشمزه ایرانی را ترجیح می‌دهید؟ های هانی، امشب شام چی هوس کردی؟ امشب هوس خورش فسنجون کردم، مخصوصا دستپخت مامان. اوکی، پس دیر نکنی. های مام. های پسرم، شام چی میخوای برات آماده کنم؟ مامان جان، من خورش قیمه دوست دارم. Is grandma gonna come over for dinner too? grandma چی دوست داره؟ فکر میکنم خورش قرمه سبزی دوست داره. آیا موقعیت شغلی یا کارهای روزانه تمام وقت شما را گرفته؟ برای تهیه غذای خانگی دیگر نگران نباشید. صدف خوشمزه ترین غذاهای ایرانی را آماده کرده که کمتر از چند دقیقه می توانید انواع خورش، کباب و دیگر غذاهای ایرانی را با طعم خانگی بدون پرزرواتیو در محل کار یا منزل نوش جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج دانه بلند احمدی حاصل زیباترین و حاصلخیزترین زمین های کشور هندوستان می باشد. برنج دانه بلند احمدی با عالی ترین شیوه ها پروسس و آماده گردیده است. برنج دانه بلند احمدی را انتخاب اولتان نمایید. خوشبویی و ذائقه برنج دانه بلند احمدی لذت زندگی تان را بیشتر می سازد. مرکز فروشات به طور عمده و پرچون بیل اشتراسه 197 آمبورگ جرمنی. برنج دانه بلند احمدی. جواهر فروشی گولد دیسکاونت. جواهر فروشی گولد دیسکاونت با ارائه انواع و اقسام جواهرات و سنگ های گرانبها از قبیل الماس، زمرد، یاقوت و سایر جواهرات با انواع قیراط‌های مختلف طلا از مشهورترین زرگری‌های جهان با دیزاین‌های اروپایی و آسیایی در خدمت شماست. جواهر فروشی گولد دیسکاونت انواع و اقسام جواهرات زنانه، مردانه از قبیل گلوبندهای مرغوب و پرکار، سیدهای ظریف، انگشترهای الماس، حلقه‌های نامزدی و زنجیرها، ساعت‌های رولکس، برایتلینگ و اومیگا را قرار فرمایشات دلخواه شما می‌پذیرد. جواهر فروشی گولد دیسکاونت، شهر آمبورگ، آیدلشتیتر پلاتس، شماره 12. شماره تلفن 040-570-6061. رستوران و بانکوئت هال کابل با مدیریت ماریا احمدی، یک نام شناخته شده در قلب ساوت هال شهر لندن، با گنجایش بیش از 200 مهمان از محافل عروسی، شیرینی‌خوری، شب حنا، سالگرها و غیره مراسم، با سرویس عالی در فضای گرم افغانی با غذاهای خوشمزه وطن عزیز در خدمت شماست. رستوران و بانکوئت هال کابل با فعالیت‌های همیشگی این بار با فامیل‌های افغانی در سراسر انگلستان و اروپا اعلان می‌دارد که هر ماه دو بار هفته اول و اخیر شب‌های شنبه محفل موسیقی زنده با غذاهای خوشمزه افغانی آماده پذیرایی شماست. لطفاً یک هفته قبل میز ریزرو نمایید. همچنان کابل موزیک با عرضه لباس‌های قشنگ افغانی، سی دی و دی وی دی های دلخواه شما. غرض معلومات مزید با محترم عبیدالله احمدی با شماره های 0208-571-6878 079-031-032-44 به تماس شوید. نن ضرور ورنه پختنه کوم. و بخه کیرش چه پختنه وکم؟ ولی نه ولات سو زنه مغختل چه پختنه وکم خوزره می نغختل. خواه وایا؟ خواه وایم خفکه اگه خونه. نه وایا، هیس خبره نشتا. کواله ایشی چه ده چای پیاله مراکی؟
نازو چای مزه په هر پیاله کې. ګران دوستان سلامونه او احترامونه، بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. د افغانستان په روانو حالاتو چې ډېر له افغانستانه ناخواله خبرونه راځي رارسېږي، ډېر افغانان ما تلیفونونه راکوي. شریا کې خب یا اخبار هم میشنویم، اوضای پراشو به افغانستان هم درک میداریم و از این چی بدتر شده میتونه که در داخل کابل یک آدم در بکشن و در بتن و به دریا بیاندازن. ایمانه از این که این کشور این مردم بسیار کرخت شدن، در اونجا نه انقلابی صورت گرفته میتونه و نه خیزشی و نه مستی و الستی در میان مردم باقی مانده. آهسته آهسته افکار مردم برده ساخته، افکار مردم معطوف ساخته به این که امرار معاش نسبت به دیگر ارزش‌های اجتماعی برایشان اهمیت داشته باشه، برای از اونا پولدار شدن بسیار مهم باشه، برای از اونا مدیر و رئیس و معین و وزارت و رتبه های بالا بسیار اهمیت داشته باشه، برای از اونا ای که به شورا راه داشته باشن و در اونجا مرفوع باشن از او طریق، او بسیار مهم هست. افکار فهیم افغانستان مغزایی که یک چند سبا چراغ سوختانده و آموختن دانشمند هستند یا به حساب تعلیم یافته و منور، و کسانی که در دور دستای افغانستان قرار داشتن و تشریف داشتن، اونا دوباره برگشتن، اونا هم به مون مریضی هایی که در دوران جهاد سران جهادی مبتلا بودن، اینا هم آهسته آهسته خود خواص اجتماع افغانستان جز یک چند نفر طالبی که عملات چریکی می دارن، در مجموع خود اجتماع افغانستان هم غرور ذاتی خود آهسته آهسته داره از دست میده. به این معنی که برای از اونا او ارزش ها و اصالت هایی که افغان در طول تاریخ خود داشت او فروکش میکنه، و اینا در انگلیسی هم ای را به نام کندیشنینگ میگن. کندیشنینگ به این معنی که شما یک شخص در یک محوطی با چند نفر خواص مشابه او را اگر شما قرار بدین، از لحاظ روانی انسان دو شعور داره، یکی شعور عقلی داره و یکی هم شعور باطنی داره. شعور عقلی از او که منطقی از او مسائل کنترل میکنه، کار میکنه و همه امور تنظیم میداره. شعور باطنی او شعوری است که او هیچ منطق کار نداره، هر چیزی که اگه بگوین سفید است سفید نگه میداره، اگه بگوین سیاه هست سیاه را نگه میداره، اگر برش منفی بگوین منفی را نگه میداره، اگر مثبت بگوین مثبت را نگه میداره. خود شعور باطنی انسان ها میگه یک رزرور یا یک ذخیره از افکار طول زندگی انسان ها هست که در اونجا ذخیره میشه، بدون از اینکه شما او را بدانین او ذخیره میکنن. وقتی در یک اجتماع خونریزی دیده شوه، در یک اجتماع آدم کشی دیده شوه، تجربه شوه، حرفای رکیک شنیده شوه و فرض کنیم سرقت و دوزادوزی را
مردم تجربه کنه و در یک اجتماع یک حالت منفی بالای اجتماع حکم فرما شوه، او در حالت در شعور باطنی و انسان میفته و ناخودآگاه در حرکات سکنات و در شخصیت انسان ها و بالا میاد بدون از اینکه او بدانه. یکان بار اگر شما دیده باشین یک نفر است بی جای یک دفعه قهر است یا جگر خون میشه و خودی از وام نمیدانه، میگه که والا من نمیدونم، من امروز بچه جگر خون استم، قهر استم، اعصابم ناآرام است. این بدون دلیل و کدام انگیزی صورت گرفته نمیتونه، مگر این که اما خود رزروار یا اما چی میگه استخ یا عوض ذخیره افکار یا شعور باطنی یک انسان یکقدر از ازمو ذخایر و بدی ها پر شده باشه که با حرکات و سکنات از او رخنه پیدا کنه. بنان در اجتماع ما مردم در افغانستان این مسئله کندیشنینگ یا شعور باطنی ما در طول این سالها خصوصا در این 13 سال اخیر بیشتر کندیشن به این شده که از یک طرف باید پول بر ما برسه، از یک طرف باید کمک شویم، یک کشور خارجی امنیت ما را باید بگیره و پولهای بیرون معاش و مدد ما را برسانه، قوای امنیتی ما باید همه امور و کارها را برای ما بکنه. دیگه بنان در یک توی حالت کندیشنینگی که سالها را گرفته و 13، 14 یا 15 سال یک عمر طولانی است در حیات یک اجتماعی که خود از اونا امو سن وسطی مردم افغانستان میگن 35 یا 40 سال بیش نیست. در همه توی یک حالت، در همه توی یک کندیشنینگ ما مردم بار آمدیم. مرا یکی گفت، یک دوست من از افغانستان آمده بود، بسیار جالب بود، گفت میدانی که بدترین صدمی که برای مردم افغانستان رسیده چی است؟ گفتم والا او خو بسیار زیاد است و همین مسئله فساد است و دروغ است اینا. میگه او خو است، مگر میگه ما که تجربه میکنم و بسیار جگر مرا خون میسازه، او بیکاری خود آگاهانه است. گفتیم چطور؟ میگه برای مردم افغانستان کار است، مگر مردم نمیخواین کار کنن. گفتم چطور؟ میگه ما یک بکس میخواستم از درون خانه ما، بسیار زخیم و گران بود، او را میخواستم از یک اتاق به اتاق او طرف فرض کنیم یک 10 متر او طرف ببرم. میگه یک چند نفر از بیرون آوردم، بیکارم نشسته بودن. گفتم امیر اگه شما نقل بتین تا اونجا. مرا گفت که چند میتین؟ ما گفتم 200 افغانی که همون مقصد چاره شما هم شد. گفت 200 افغانی چی هست که من از خودت بگیرم؟ ما که بیرون گدایام کنم، همین 200 افغانی را من در نیم ساعت گدایی جمع کردم میتونم. مرا 400 افغانی که نتیتون. این خانم گفت که ما در همون وقتایی که در افغانستان بودیم و حالت عادی بود، وقت پادشاهی و عرفا بود، میگه همین 200 یا 400 افغانی بسیار پول هم بود و در پهلوی از او یک کاریگر کار میکرد در برابر از او. مگر شما باور کنین، میگه بر یک منظور دیگه ما یک کاریگر پاکستانی را میگه آوردم، او آدم با مود 200 افغانی از اون صبح میگه کار کرد تا دیگره، باز در آخر شب میگه 50 افغانی دیگه به دستش سپرد. برای ما بسیار جالب بود که خانم همی قلم جدیدی را که اینا گفتن و ما هم با اونا هم نظر هستم، امی خود مشکلات مخفی که در درون اجتماع ما خانه و لانه کده، یکی از او بیکاری که مردم مغزن فکرن کندیشن شدن که باید کار نکنن و مفتخوری را پیشه کنن. امی خود در هر اجتماعی که یک نفر در برابر کار خود مزد مطالبه نکنن و مفت پول به دست بیارن، اینا هم جامعه شناسا میگن که او را یک دزدی مردم اجتماع از خود اجتماع است که در برابر یک پول و معاش و عاید یک تولید به وجود نبیاید در اجتماع. در افغانستان هم اینطور شد. بنان یک قلم بسیار جالب را این خانم برای ما پیشکش کردن و او را
تحلیل و تفسیر کردن و تجربه خود بیان داشتن. حالا ما به این نتیجه میرسم که فکر نمی کنم که امریکا و 46 کشور جهان بیاید و یک افغان بگوید شما کار نکنین، یک پیشه حلال نداشته باشین، مگر این که پول مفت در جیبتان بزنین، رشوه و رشوه ستانی بدارین و بدوستین. اگر قرار باشه که کشورها آمده باشه که اجتماع ما را کرپت بسازه، که بعضی ها عقیده به این است که اجتماع افغانستان توسط پولهای سرسام‌آوری که از بیرون داخل افغانستان شده و پولهای بی بازخواست و بی صادره و وارده داخل افغانستان شده، اجتماع را مفتخور ساخته، پول پرست ساخته و در امی مصائب گرفتار ساخته، این را من نمیپذیرم. برای زی که در غیر از او و یک انگیزه، یک ایمانداری، یک ماشین در درون یک مسلمان، در افکار یک مسلمان باید موجود باشه که او خداپرستی است. می خود وقتی میگیم که یک شخص بسیار خداپرست است، ایماندار است، مسلمان است، ما اونا را به حیث شیخ، ملا و پیر و دانشمند دین میدانیم، امو انگیزه، امو پایلت در درونی از او، هر کسی که هر طرف بکشانی شانه، اینا یک مثال بسیار خوب برای انسان ها و انگیزه هایی که در درون انسان ها هست. میگر اگر شما میخواین که یک انسان به طرف مثبت تغییر بتین، باید از درون فکران او را تغییر بتین. تو اگر برای شعاری باشه و بالاش قهر شوین که کار به پیش ببر، و اگر نیم ماشت قطع میشه یا لطت میکنم یا توبیخ میدارم، اینا میگن که مثال یک کشتی را میته که در درون یک کشتی قبل از قبل یک پایلت میگشه، یک پایلت یک ماشینه که خورد است که او امو مسیر یا جهت کشتی های غلو پیکر در ابهار او مسیر تعقیب میداره. اونمو پایلت اگر یک باد و طوفان یک شمال هم بیای که سیر یک کشتی را تغییر بده، یک کمک در برابر طوفان و بادهای تند بحری قرار بگیره، تا یکیسه اگر هم کج شوه مسیری از او، باز خود هم پایلت اوتومات هم کشتی را پس راست میسازه، با مسیر تعیین شده او را سوق میده. اینا میگن خود انسان هم حیثیت یک کشتی را داره که او خود هم پایلت درونی از او، وقتی تغییر کنه باز هیچ نه توفانها و بادهای بحری یا زندگی ما او را تغییر داده میتانه، نه یک توفانی او را تغییر. اگر هم یک کمک او دول کنه از مسیر و به بیراه بره، باز هم خود پایلت درونی او را راست میسازه. این بسیار جالب است. در افغانستان درون افکار ما، در انگیزه های ما، در اون بخش ایمانداری ما اینا رخ نکردن. اما پایلت فکری انگیزه های ما مردم اینا تغییر دادن. یه عوامل از او متعدد هست، مگر عوامل عمده از او یک حکومت ضعیف، یک حکومتی که بازخواست در اونجا نیست، حاکمیت قانون موجود نیست، انسان یعنی به بیراه می کشانه. اگر در طول یک سال هر کس هر چیز کرد خودسری بود، امو عادت روزمره و امو پایلت فکری یک انسان از او درست میشه، با امو کندیشن میشه. مگر اگر قانون آمد و مردم یک ترس درونی از حراس از تأمین قانون و مجازات و اینا موجود بود در فکر یک انسان، باز خود امو پایلت درونی انسان یک چیز انگیزه در درون می باشه که اگر من این کار کنم خداوند مرا مجازات میکنه، ایمان ما برای ما ای را میگه که این کار نکنم و ضد شیطان و نفس ما باید مبارزه کنم، مسلمان هستم. مگر گیرم که باز هم معمی جرم مرتکب میشم، یک حکومت اسلامی است، یک مقامی هست، یک منزلتی هست، یک جزا و قانون و محکمی هست که مرا بدبخت می سازه، به زندان می تانه بیاندازه و ما مجازات شو.
بنان ای انگیزه هایی که در درون انسان میتونه پرورش کنه میشه به صورت منفی انسان تحریک بداره و امو پایلتی که از کردم که کشتی در درون خود برای تعیین مسیر خود داره یک انسان هم میداشته باشه. و اینا میگن که پایلتی درونی یا قوی محرکی یک مسلمان ایمانی از رو به خداوند است. هر قدری که به خداوند یک کس بیشتر ایماندار باشه و خداوند دوست داشته باشه، حضور خداوند بدانه، به مو حد یک انسان بیشتر اعمال خوبی از او سر میزنه و مبادرت میورزه از کارهای بدی که قرار است در زندگیش به پیش آید. امو پایلت یا انگیزی درونی از او، ایمانی از او است. حتی در خود همین آلبوم اسلام و زندگی در بخش عقیده مثل تشریح خوب شده که درجات عقیده به خداوند یا ایمانداری انسان ها وقتی درجه بندی شده که امو درجه ابتدایی از او ایمان به خداوند هست و بعد از او درجه بعدی از او که خداوند آدم میبینه و درجه نهایی عقیده انسان به خداوند همی است که او را در فکر خود بگردانه که ما خدا را میبینم. وقتی انسان خود انسان تصوری از زیر داشته باشه که با چشم و پنج حس چهار حس دیگه خود به خداوند هم لمس میکنم، من میبینم، من قدرتایش میدانم، درک میدارم، اینجا هم خود درجه ایمان یک انسان ایماندار میگه به اون درجه بالاترین خود رسیده. در اونجا وقتی او پایلت انسان به او درجه بالا بره، قدر قوی شوه، باز از بسیاری نهی که در قرآن در اونجا نهی شده از او مبادرت میورزه. بنان در اجتماع ما مردم ما علت مشکل خود ما خود ما باید درک کنیم که بنابر حوادث چندین سالی که بالای مردم افغانستان حکم فرما شده همی کندیشنینگ و رزوور شعور باطنی ما مردم و ای که حوادث پیهم بالای افغانستان مردم همه طور ساخته که کندیشن شون، با پول چنگ بزنن، با حکومت کنار بیان و از اونا استطاعت کنن و کمک بخواین و در همی سطوح بالای حکومت یا پایین در هر جای دست و قبضیشان بفته، یک چار قیرانی به دستشان بیه، با او مباحات داشته باشن، از او لذت ببرن، برای همکاری ازی برای ازی حکومت بشتابن، از راه های دور برن. من بسیاری ها رو دیدم در اینجا تبلیغ دینی میکردن، وقتش آمد رفتن در افغانستان، در اونجا ماها خواستن که با همی حکومت اگر مهربان شوند یک دریچه باز شوه و در همی درون همی دستگاه فاسد اینا یک کار و معاش و مدده برشان برسه. مگر همی کسایی که امروز معین و مدیر و رؤسای بانک و نمیدانم مدیرای وزارت ها هستن و مقامات بالا را دارن، هر کدام از اینا رو در شورا که میرن اولین چیزی که اینا باید ودا بگوین همون تابعیت دوگانی از اینا است. یعنی به یه حد یعنی در اونجا افتضار ما میبینم که همی اشخاصی که یک وقت مبارز بودن، یک وقت یک چشم آدم طرف یا او آدم دور میخورد یا سرش به تنش میارزید یا تعلیم یافته و دانشمند بودن، امروز برای یک استفاده از او باید داشته باشن تا این مردم اونجا دل خوش کنن یا سرمایه گذاری کنن. اینا در عربستان سعودی هم اینا منفعت های دارن، در مصر دارن، آل دلیبیا دارن، در اردن دارن، کشورهایی است که در عراق دارن، راستی هم عراق امروز یک دست نشانده خود به این منظور داره. در اونجا اینا دیوانه نبودن که برن عراق ناقی بر ناقی اشغال کنه، یک رئیس جمهور برحالی از اونا را برداره. خب آدم سرشخی کرد و سرزوری و آدم را برداشتن که خار زیر بغل دیگه نداشته باشه دو کش. به هر حال همه طور است. بله مختصر اگه صحبت کنیم. بله سلام علیکم. بله خطاب فهم محترم. سلام علیکم. خوش هستم که شما را ساعت میبینم. سلام خدا خدمت شما و تمام بیننده ها میرسانم. بفرمایید. بفرمایید. خوش برادره که قبلا ساعت صحبت کردن صحبتشان جهت داشت.
به خاطر از این مصر یک مملکت سرمایه‌دار نیست. امروز کسایی که در قدرت مصر دارن اونا کسایی نیستن که پول داشته باشن در بانک‌های خارجی. امروز مصر هم مخالف ازی هست. مثلا اینجاست که تقریبا اضافه از 2 سال میشه که مردم یمن قیام کرده بود، اما از طرف امریکا هم کوبیده میشد، از طرف ایران هم کوبیده میشد، هیچ صدای از وارا کس نشوید که تا رئیس جمهور هم زخمی کردن و چندین بار صدها هزار نفر در سرک برآمدن و کشته دادن، کس در قفشان نبود. اما این بار یک گروه خاصه که از طرف مثل حزب الله که در لبنان امروز تشنج به وجود آورده و لبنان دو پارچه ساخت و امروز تمام لبنان یک مناقشه را در لبنان به وجود آورده، ایران اینمی قسم یک گروه خاصه که 10-15% مردم چی در یمن تشکیل میتا از مردم های اهل تشیع که او را ایران و حزب الله ایران و حزب الله لبنان او را تقویه میکنه و کمک میکنه به وجود آمده و این گروه بجز از این که مردمی نیست، بجز از این که تشنج به وجود بیاره، بجز از این که جنگ اهل تشیع و سنی رو در یمن به وجود بیاره، بجز از این که یمن را برباد کنه و امریکا هم در این سر خاموش است به خاطر از این که در این وقت ها مناسبات امریکا بسیار همراه ایران خوب شده و هیچ وقت امریکا بالا ایران حمله نمیکنه. او گپایی که ایران میگه که ایران مخالف امریکا هستم و یا امریکا میگه که مخالف ایران، این اصلا کلش سیاست چیزی نیست که او رو به چشم میبینی، در پشت پرده چیزی دیگه است. امروز مناسبات خوبه که ایران با اسرائیل داره، هیچ مملکت نداره. در جنگ عراق تمام سلاح ایران از اسرائیل بود. امروز جنگ که است مسئله یک گروه خاصی است که از مردم اهل تشیع که قدرت به دست گرفته و در اونجا این مردمی نیست، این تشنج به وجود میاره و این خاص از طرف حزب الله ایران و از طرف ایران کمک میشه. این برادر ما جهاد داشت، تمام صحبتاش جهاد داشت. نگار وقت رو نمیگیرم، تاثیر جناب شما رو میخوایم. بله جهاد خوب به این معنا داشت که وقت هم میگن همین پاپیتا که میگیم که دست نشانده و اینا یک حکومت دست نشانده هست، اما امتیازات هم اونا دارن. یک پادشاه اگه بمره دیگه پادشاه یک حکومت میراثی است و اگه امریکا باز آدم اینا رو قائم بگیره، این غربی ها رو که پشتیبانی از اینا هست و حمایتگر از اینا، و کجاست دموکراسی؟ یک حکومتی که باید برای مردم به وجود بیاد، امریکا در دیگه کشورها هم دامن میزنه. وقتی که باز در عربستان سعودی میام و پادشاه ها سوسای به اون پادشاهی باید دوام داشته باشه. این پادشاهایی که کل امتیاز از اوناست، حتی در همین بهار عرب در شرق میانه میگه در عربستان سعودی هم مظاهرات برای افتاد که حکومت از بین ببره. میگه شب در میان با میلیون ها میلیون دلار میگه توزیع شدم، کسایی که سرکرده های مظاهرات بودن اون رو 10 میلیون و 20 میلیون دلار به دستشان دادن. این اشخاصی که فریاد میزدن الله اکبر او را 100,000 داد دیگه. یکی هم کتله را خاموش ساخت و استخوان‌های چرب به دادانشان دادن و برو که نمیری. یعنی پر پیسه است، دامنشان پر است و به میلیون ها دلار داره. همیالی 80,000 آدم امریکایی در مسئله کویت و عراق وقتی اون مسئله صورت گرفت از ترسی ازی که ما بادا صدام حسین به عربستان حمله نکنه، 80,000 عسکر امریکا امروز در عربستان موجود است و بر استخبارات منطقه بهترین محل ترسد هم از در حقیقت همی خود عملی عربستان سعودی توسط جنرال از واقع و مردم های بسیار هم تو عیاش و خوبوردگی و ایناست، رقیب از اونا جنرال های امریکایی استاد است و اونا را میگن که چی کنین نکنین در مفرند در امو نطق و خطاب و صحبت و مرکز قمانده اونا را قرار میتن، مگر کل دایرکشن به دست از ایناست که چی کنین. و همه طور از سیاست جهانی امروز که دنیای قطبه شده هر چیزی که اینا بخواین شما خواد دیدین، فکر کنین ایران طوری که اینا گفتن یعنی دشمن است با امریکا، باز میبینین که در غیاب او دوست از اینا است. او کارایی را که ایران میکنه با منفعت تمام میشه، آشوب بار میاره یا یک بحران تولید میکنه. کشورهایی که میخواین بحران به وجود بیاره، بحران آفرین هستن، اونا یک آشوبگر کار دارن. اگر میخوایی که در یک شهر خودت نفوذ داشته باشی و دخیل باشی و مردم از دامنت قائم بگیره، یک دشمن برشان خلق کن. وقتی یک دشمن خلق کردی، مثل صدام حسین عرض کردم دارید، گفتن که برو با کویت حمله کنی، معنایش چی بود؟ این تأثیر گذار بود که یک نفر میبرای و عربا کل تان خام میخوره. دیدی کویت شب در میان اگر ما نمی بودیم تا
تسخیر میکرد و عربستان و اردن و نمیدانم فلانی. یک آدم دیوانه هر کدام میتونه سرنگون میسازه و بسیار با قدرت است. اگر ما نباشیم پهلوی شما، اینمی خود تولید یا خلق بحران که چی میگه آب گل کمایی بگی، یک بخش سیاست جهان هست و افغانستان هم همینطور ساخته. طالب است، داعش است، گدودی است، حکومت فاسد است. مردم با جان خود باشه که کسایی که اونجا سرمایه گذاری کرده از پهلوی از اون منفعت هایی که شما هیچ باور نبرین، یعنی شما به یک طرف دیگه افکارتان معطوف شوه، با او اهداف خود اینا دست بیازن. بنابراین این را باید کمه که عمیقتر وقتی مطالعه شوه جالب میشه این سیاست، اما قشر دیگه شو مطالعه کنه، باز از او داخل شوه و دیگه از او بسیار، یعنی امو انسان اقدر توطئه‌گر میشه، اقدر یعنی شیطان میشه که هیچ حد نداره. و سیاست هم جز شیطنت و دروغ و برای اهداف خود پلانها را ترحکو و در این کشورها پالیسی خود پیاده کوی که چند نفر از او میمیرن چی میشه و حقوق بشر و دیگه و دیگه هم یعنی یکی از وسایل به رسیدن اهداف از اون جایی که اینا بخواین دیدبانی حقوق بشر حضور داره، جایی که اینا نخواین درکی از اونا نیست، ملل متحد جایی که اینا بخواین اونجا حضور دارن، جایی که نخواین حضور ندارن. به هر حال برمیگردیم بعد از اعلانات. آخرین دستاورد علم پزشکی باستانی آیورودا برای درمان آرتروز و روماتیزم، جوینت سپورت، تهیه شده از سه گیاه اصلی وایتکس نگوندو، بوسفلیا سراتا و ترمریک گیاه زردچوبه. 100% گیاهی و طبیعی، محصول کشور آمریکا، برای درمان و التیام درد آرتروز، روماتیزم و ضعف استخوان. اگر آرتروز امان شما را بریده، حتما جوینت سپورت را امتحان کنید و خود را از درد استخوان نجات دهید. تلفن سفارش 818-884-7018. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشند. مراکز توزیع برنج پامیر، آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. پرواز کنید، پرواز کنید تا دیار یاران ایران. با بهترین پروازها در سریع ترین زمانها از تمامی سرزمینها، با نازل ترین قیمتها و شیرین ترین لحظه ها، با همسفری که بدان اطمینان دارید. پارس تراول، پارس تراول عضو یاتا با 25 سال سابقه درخشان، دارای تیم بزرگ و مجرب ایرانی، با 2 شعبه در شهر و فرودگاه فرانکفورت، آماده خدمت به هموطنان عزیز در سراسر جهان. آخرین اطلاعات و قیمت‌های پروازها در www.parstravel.net. تلفن جهت رزرو بلیط 2049 69 230 882 و 3.
سفر با پارس تراول، سفر با بهترین هاست. پارس تراول. ناتور هایل پراکسس هایل پراکتیکرن سعدیا محمد. در این پراکسس درمان تمام امراض به وسیله داروهای نباتی و هومپاتی اجرا می‌گردد. تداوی دردهای سر، پشت، کمر و سایر امراض به شیوه حجامت و مساژهای مختلف صورت می‌گیرد. یکی دو سال پیش راستی بسیار بخار داشتم. بله دو سه سال دم پیش دکترها رفتم، مگم نتیجه خوب نگرفتم. و من واقعا از حساب جوک که شما به من امی کار انجام دادین، بله، یک بار که انجام دادین من راضیستم. از افغانهای محترم خواهش میکنیم که خصوصا خانمایی که واقعا به کمک ضرورت دارن، به حساب پای دردی، دست دردی، شانه دردی، اینا چون دوا سرد از زیاد گشته نمیتونن، پیش سعدیا جان مراجعه کنن، اینا حتما کمک میکنن. در این پراکسس شاندن جوک یا بلوت هگل شیوه موفق است که در نتیجه آن امراض مختلف تداوی شده و از طریق طب یونانی، طب سنتی، طب سوزنی نیز امراض تداوی میکردن. ناتور هایل پراکسس هایل پرکتیکرین سعدیا محمد، هورنر لندشتراسه شماره 159، هامبورگ، بیلشتی. رستوران حلال لادس در شهر هامبورگ با ارائه سرویس جدید بوفیت صبحانه هر یک شنبه ها از ساعت 9 الا 3 بعد از ظهر، با اضافه بیشتر از 50 نوع غذا شامل انواع کباب ها و غذاهای خوشمزه و پاک مهماندار شماست. رستوران لادس با غذاهای متنوع از قبیل کباب ها، کباب مرغ، ماهی، غذاهای پخته شده در کرایی با اضافه برنج اعلای بسمتی 555 در خدمت شماست. رستوران لادس با فضای فامیلی، سرویس عالی و کارمندان مهربان، رستوران دلخواه برای شما و مهمانان شما. رستوران لادس با سابقه 17 ساله، شهر هامبورگ، شتایندم شماره 70، تلفن 0420855973. گران دوستان، سلامونه و احترامونه بیا هم سوب خدمت کیو در افغانستان پا وزاق گیوگو تا جایی که اوزای افغانستان، جایی افغانستان البته باید مورد بحث قرار بگیره. البته میزای مدور فراوانی را شما مشاهده میدارین دوستان عزیز، از افغانستان وفرت اخبار از میزای مدور هست، مگر یک مشکلی را که مطبوعات داخلی افغانستان داره، خصوصا در بخش ارزیابی اوضاع افغانستان و صحبت بالای وضع جاری افغانستان، تلفن های بازی ندارن و اونا پروگرام ها ثبت شده هست. قبل از قبل سوال ها هم برای نطاق البته دکته شده و یک حد و حدود یک سیلینگ به یک حساب در بخش سوالات و جوابات هم موجود است، یعنی نیمه یک سانسور هم موجود است. مگر آمدیم بالا هم تلویزیون هایی که از بیرون پخش میشه و بیشتر در اروپا و کانادا و نمیدانم استرالیا و ایجا بیننده داره و گفتشونی دیده اونجا تاعتی نظر آزادی افغان ها از طرف صورت گرفته میتونه، همین تلویزیون هست یکی از او پیام افغان شمرده میشه که خصوصا بخش سخنی اوریان که آزادانه میتونین بیان بدارین امی پروگرام است. دیگه بیاین که آزادانه قضاوتای خود بداریم، صحبت خود بداریم، باز
اوضاع افغانستان طور ارزیابی بداریم که البته اگرچه مسئله یمن و حمله عربستان بالای یمن یک ریشگک خورد بالای افغانستان به حکومت افغانستان داره که آقای اشرف غنی اعلان تایید یه حمله را کرده و جانبداری از عربستان سعودی. خب این معمول است در سیاست، اما مسئله سود و بهره سیاسی است در اینجا. یک وقتی من بیاد دارم همزمان وقتی در افغانستان شوروی سابق افغانستان اشغال کرد و حکومت پرچمی و خلقی و آمد و مجاهدین علیه حکومت افغانستان و اشغال افتادن، جهاد بسیار داغ بود، مگر همزمان در ایران هم یک انقلاب صورت گرفت، پادشاهی از بین رفت و حکومت خمینی روی کار آمد و در اونجا خمینی به حد داغ بود و مردم سینه می زدن برای از او آدم، یعنی فکر می کردن هر طرفی لشکر اگه سوق بته در اونجا او مردم خمیر خواد ساخت. مگر اونجا که جنگ حق علیه باطل بود و علنا یک حکومت کمونیستی روی کار آمده بود ضد اسلام و یک ابر قدرت یورش آورده بود بالای حکومت کشور همجوار خمینی، خمینی هیچ حتی خم به ابرو نیاورد. یگان اخطاری کدام جای اگه صادر میکرد در پهلوی از او، اما خود ارتباطات ایران در وقت خمینی با روسا بیشتر نزدیکتر شد و پروژه های از اونا را فرزن کمک های اقتصادی و اینا با ایران بیشتر جاری شد نسبت به دوران پادشاه. هیچ چیز تقبیه نمیکرد کس چیز، حتی خود هندوستان در ملل متحد به طرفداری اشغال روسا رای خود داد، امو اندرا گاندی رو ما بیاد دارم، یا صدام به می ترتیب، تا خود فلسطینی ها یا سر عرفات به جانبداری از روسا رای خود داده بود و بیاناتی از اونا رو شاید شنیده باشید. اینجا مسئله منفعت هاست و سود هست که کی از کی سود می بره. در امی عملات عربستان بالای بغاوت شیعه ها و در ایران به نام هوتی لشکری که موجود هست و کمک ایران هم در سوریه و هم در یمن به جانبداری چند نفر شیعه ها، ما خود ندیدم که در کشور دیگه ضد اسلام که سرحد نداره و ایران اعلان میکنه، یک جایی که مثلا در چیچنیا ضد شوروی روسا چیچنیا البته تعجیز میشن، اونجا هم یک اسلام پایش کشانیده شده مسلمان ها هستن، یا در بعضی کشورهای دیگه که علیه مسلمان ها ظلم و تعدی روا داشته شده، یا در طول تاریخ که عرض کردم وقتی انقلاب صورت گرفت در ایران خمینی خو فکر نمی کنم لشکر خود سوق داده باشه و کلیای تایوانی را در گردن ایرانی ها منداختن که به عراق برین حکومت صدام منهدم بسازین، مگر در پهلو جواری از او پهلوی از او جهاد حق علیه باطل روان بود. ما خوب ندیدم که خمینی یک 2000 فدایی را به ایران به افغانستان فرستاده باشه که برین ضد شوروی جنگ کنین. و ما مسئله منفعت هاست، حتی اسلام استفاده میشه، عقاید استفاده میشه، مسئله شیعه و سنی معرض استفاده قرار داره. اگر اسلام سرحد نداره دیگه در جایی که حق سنی تلف میشه کجاست ایران؟ صرف همین مسئله شیعیزم و اینا برای از اینا بیشتر رجحان داره، امیالی باید در بعض جایی دیگه هم حضور می داشتن. اینا معمولا همو بغاوتگرای شیعه را زیادتر کمک می دارن، چی در سوریه و چی در لبنان و چی در امروز در یمن. هیچ وقت اینا در برابر حق علیه باطل جای در حکومت ایران من ندیدیم که استاده باشه. بهترین مثالش افغانستان بود. بله سلام، امیالی افغانستان اشغال شده باید برن. سلام محترم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبلوت کردی، سلامت باشین. و چون چرا که شما هم تبصره کردید در رابطه با قضایای کشورهای بزرگ و خصوص سرمایه‌دارا، اینا واقعا ابزار میسازن، از کشورهای فقیر سوء استفاده میبرن و به خصوص کشورهای اسلامی را زیر مذهب
و همچنان روایت هایی که ما امروز در هر جای پیری داریم، طریقی داریم و اولیایی داریم، به اساس روایت های از اینا از اسلام شاخه و برگه ها را کشیده و یکی را به جان دیگه انداختن و سوء استفاده کردن است. افغانستان مثال بسیار زندهش است و همچنان این قضیه در خود یمن است. او چطوری که خواهر ما صحبت کردن در اینجا موضوع شیعه و سنی اینا مطرح نیست. خود اماکن مقدس که وارد از کعبه شریف است، کعبه شریف موضوع شیعه و سنی نیست. او اصلا برای خود انسان ساخته شد، برای آدم ساخته شد. اون رقمی که شما توضیح کردی آقای خطاب اما درست است. اما اولین آیت هم در رابطه آمده که بسم الله الرحمن الرحیم ان اول البيت وضع للناس للذي ببكه مباركه للعالمين. این برای عالمین است، برای عالمین آمده. جای دیگه می فرماید که علالا بیت الحرام قیام للناس. این جایی است که در اینجا شرط نباید باشه. همون رقمی که در مناسک حج میریم لبیک لا شریک لبیک، اینمی که تلمیه حج خودش لا شریک بودن و مالک بودن و ایش نشان میده در اینجا نه سنی مطرح نه شیعه نه هیچ. اما کسی که در اینجا جایگاهش گرفته، اینا مردم های سالم نیستن، اینا مردم هایی نیستن که به شرک اینا را اصلا بگیم که اینا مشرکین هستن به خاطر از اینکه جهان اسلام اینا برای خود قبضه کردن. برای شما بهتر معلوم است و اگر در این مورد شما بتانین یک روز یک میزه گردی را بیارین و این ساحی مکه شریف تقید مالکیت باید نباشه، این منطقه باید آزاد باشه به همه این مسلمین. اما در حالی که ما این را خلاف آیات قرآنی در زیر سلطه یک قومی که پیش صحبت قبلی هم گفتم برای شما که دوزای دریایی بودن، این اصلا این منطقه در تصرف ترکای عثمانی بود و این را لارنس انگلیسی که شهکاری کرد، باز پسان همون لارنسی هست که امان لاخان از حکومت انداخت. اینمی لارنس بود که بیرق انگلیس داری به کمک خود انگلیس بیرق ایجا بلند کرد و این را داد به دست همین دوزای دریایی. بر حالتش حال ما میرسه سر موضوع دیگه که زیادتر سرش تبصره میشه، موضوع یمن است. یمن کشوری است که در قسمت جنوب و شمال از یمن و اینمی عربستان سعودی و عمان قرار داره. اینا اصلا استقلال خواهی خود را داشتن، شعارهایی دادن بر ضد امریکا، مرگ بر امریکا، یا استقلالیت خود را بر منافع خود میخواستن که در رأس از یا بدرالدین حوثی بود. حوثی خود یک منطقه در یک قریه است و یا مردم های اصلا زیدی هستن از زین العابدین ابن علی که به نام امام های پنج امامی هستن و اینا اکثریت هم نیستن. 46% در اینجا سنی هست، 44% دیگه از این عدمی مردم هستن و اینا کلان عربی صحبت میکنن. متاسفانه اینجا که حال عمله صورت گرفته، کشندن پای ایران در منطقه میخواهند تا مصارف از ایران هم در اینجا دستی دخیل باشه. این چیزا را و مو صحبت اول خودت از هم تبصره کردیم، کشورهایی که سرمایه دارن اینا سوء استفاده میکنن، ابزار میسازن و ما مردم ها روی قدسیت ها محاسبه میکنیم. در قدسیت ها مگر عمیق نیستیم برای از اینکه همونطور کورکورانه پا میگذاریم؟ مثل که چند وقت های پیش گفتم که در نیویورک قرآن عظیم شان به آتش میکشن، در دبول به آتش نکشیدن که در شمال افغانستان 9 نفر کشته شد در جهالت خود انداختن. این هم درست نیست. عالمی خانه کعبه قبل از خانه کعبه اینجا مرکزی بود که می آمدن، بتاها بود، این بود، بازار بود، رفت آمد بود. این اکثر چیزهایی که امروز در جمله شاعر الله نیست در خود خانه کعبه، ما شما میریم در مناسک الله، یعنی از جمله شاعر الله نیست. او عبارت از این سرکل کردن از ریشکری سیدن از سینی سینی، یعنی چیزایی است که از گذشته ها مانده. بنابراین ما نباید این چیزا را بکشانیم گویا که اماکن مقدس ما به وسیله دیگر ها گرفته میشه. هیچ کس اماکن مقدس تعرض کردن نمیتونم به هیچ وجه نیست. صرف احساسات مردم اینا سو استفاده میکنن، کشورهایی که سرمایه دارن ما را به جان هم همونطور انداخته، کشورهای دیگر را هم میداده. ما تجربه افغانستان میتونیم به دیگر کشورها بگیم که کشورها امریکا را نباید جای بتین، از امریکا باید داران واحد آن چکر داخل یک پروتکل شوید و برشان فقط وظیفه بتین مطابق پروتکل از پیشان وظیفه